سلام سلام من سینا ولیولا هستم با برنامه چندشنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان میدونم که کچه الوارم چشتون رو گرفته توش ندیدیم جوراب بفرم جوراب بفرم یعنی جای دیگه شرمندم دیگه بیشتر از یعنی از این فراتر نمیتونم برم اما خدمت رو عرض بکنم که تشکر میکنم از دوستانی که حمایت کردن در طول این دو سه هفته و ایمیل زده بودن، مسیج زده بودن، پرسیده بودن میشه جلوی توقف و دیگه ادامه ندادن برنامه رو گرفت. درست گفتم چه جوری میشه جلوی ادامه ندادن برنامه رو گرفت آره میشن چیزی همچی چیزی هم میشه استفاده کرد و گفته بودن چه جوری میتونیم حمایت بکنیم خدمتتون عرض بکنم کار خاصی لازم نیست بکنید آه... <applause> جلوی آه... این قضیه رو نمیشه گرفت و ما از چند وقت دیگه از دو سه هفته دیگه برنامه رو پخش تلویزیونیشون نخواهیم داشت ولی اگر حمایتمون بکنید شاید بتونیم از طریق اینترنتی این برنامه رو تولید بکنیم و براتون روی یوتیوب بزنیم و همینطور حالا راه های دیگه ای رو هم پیدا میکنیم برای ایرانی هست میگه یه جوری بالاخره قضیه رو <تصحیح> <تصحیح> یه راهی پیدا میکنیم که از جاهای دیگه هم بتونید برنامه رو تماشا بکنید ولی بزرگ راه اصلی یعنی راه اصلی اتوبانش همون یوتیوب هست حالا آ... حالا کوچه و ایناش هم پیدا میکنیم اما چه جوری میتونید روی کانال یوتیوب عضو بشین و به عضویت کانال بنده در بیاد این صفحه اینستاگرام بنده رو با اینکه زبونم و همینطور اعضا و جواره داخلیم مثل کیوی الان مود اینقدر پرزار روش بس که گفتم این قضیه رو ولی باز هم میگم این لینک آبی رو اینجا میبینین این لینک یوتیوبه کانال یوتیوب روش کلیک بفرمایید نه درد داره نه خون روزی همین تموشت. شما میتونید دیگه از این بعد برنامه رو از طریق یوتیوب دنبال بکنید و برنامه رو اگر از همین روی یوتیوب تماشا بکنید این خودش حمایته یعنی دیگه من واقعا چیز بیشتر آبید. ازتون نمیخوام و به هر حال من که از خدامه که ادامه داشته باشه برنامه روی تلویزیون در خدمت هر هفته بیایم اینجا خاله زنک بازی عرض بدنیم و سبزی خورد بکنیم و خب دیگه اشکال نداره همه جا میشه خاله زنک بازی کرد خیالتون راحت باشه یعنی <كتصفيق> <س double> <laughs> <demek> جای مشخص جز چیزایی که هیچ جای مشخصی نداره یه نکته کوچولویی رو توضیح میخواستم بدم در با موضوع مونولوگ یا در واقع صحبت‌های ابتدایی برنامه تاریخچه شکلی گرفتن برنامه چند شنبه است اصلا چی شد ما برنامه چند شنبه رو خواستیم راه بندازیم من از جوانی از نوجوانی در واقع عاشق این بودم که لید نایت شو یه برنامه طنز مثل مثلا این خارجکیو داشته باشیم بر خودمون و در با سوژه های مختلف صحبت بکنیم هر روز اما خب حالا هر روزش سخت بود گفتیم حالا هفتگی حالا که هفتگیش هم داره میشه فصل اما دوست داشتم که این برنامه رو راه بندازم اما جرقش کجا زده شد یه روز گرم تابستانی بود که یه دفعه ویدیوی بانو و غارت تمام و خالصیت جهان روی یوتیوب در حال پخش شدن دیگه دست به دست میچرخید توی فیسبوک هم موقع داغ شده بود و ملت حجوم آورده بودن و اعتراض که تو فرهنگ ما رو فرهنگ 2500 ساله ما رو بردی زیر سال تو آب روی ما رو بردی تو چون میدونید که ما فرهنگمون رو لبه یه تیغه یعنی یکی پاچه شلوارش اینقدر بزنه بالا یه رفعه ممکنه که یه اتفاق بزنه من بفرستم پایین ممکنه خطا بشه ممکنه یک خطر وحشتناک و غیر قابل جبرانی رو در زمینه بیابروی فرهنگی به دنبال داشته باشه این قضیه برای من زیاد چیز خاصی نبود یعنی اونقدر برام جذابیت نداشت چون یه نفر یه خواننده رو دوست داشته رفته بالا دیگه بلا یه کار عجیب غریب کرد دیگه کرده کرده دو ماه بعد یعنی شهست روز بعد اینجا بود که کبریت برای چندشنبه این بمب اتمش در واقع زده شو ایشون رفتن با یک تلویزیون واقعا معلوم حال کنار <سؤال> <سؤال> یک جوانک که واقعا بی سواد و بیمایی <applause> مثل خودم یه جوانه که بیمایی و بی سواد این خودم دقیقا مصاحبه ای رو ترتیب دادم و اون چهار دقیقه که اون بالا بودن و بیست دقیقه براش گزارش و تفسیر تقدیم کردن و کلن کلهم در واقع گفتن که تمام اون اتفاقایی که شما دیدید توهم شما بوده و من این کارا رو نمیخواستم بکنم این اتفاقایی هم که فکر کردین افتاده فکر کردین افتاده و نیافتاده و خجالت بکشین کلا که یه همچین حرفایی رو به من میزنید دیدین زود قضاوت کردین و در واقع اینجا بود که من گفتم یا حالا تا آخر این هفته سکته مغزی میکنم یا سنکوب میکنم یا انفاکتوس میکنم یا راشیتیسم کبد میگیرم یا دا 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 دیگه نمیدونم و جانا التهاب روده دوستان به هر بیماری‌های خودشونو به ما نسبت و خدمتتون عرض بکنم که ب... دیگه گفتم برنامه رو باید درست بکنیم برنامه رو راه اندازی کردیم ولی خب جرئت نکردیم هم ما هفته اول راجع به صحبت بکنیم چون کاسه دکتر از آش از اجسام که ما زیاد داریم کاسه‌ای که توش هیچی نیست اما انقدر داغه که تا فیها خالدون و جاهای دیگر رو به آتش می‌کشه <applause> گفتیم الان ما این برنامه رو بخوایم داشته باشیم همه میخوان اعتراض بکنن که چرا برو یه فدالا بعدا 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 و چیزای دیگه ما گفتیم خب که خب بذار یه بچا رو که اون نرمش بدیم بدنه آماده بشه بعد در خدمت بانو باشیم و اتفاقا برنامه خیلی پرطرفداری هم بود اون قسمت اون قضیه گذشت قافل از این که این یک بیماری مصری بوده و همینطور چون میخوردن به هم دیگه بدنا سرایت کرده و الان همه ناقل این قضیه هن. یعنی هر آن ممکنه مثلا میثاق یکی بیاد منو گاز بگیره منم همین مریضی رو بگیرم شروع کنم به تکذیب مثلا چه مثل زامبیا شروع کنم به به تمام کارهایی که انجام دادم و مسئولیت همه در واقع بر نگیرم خیلی خطر خطرناکه ورژن در واقع درشترش هفته گذشته اتفاق افتاده یه ورژن درشتر از در واقع بانو یکی از پیش کسبت های ورزشی کشورمون رفته بودن عیادت مرحوم منصور پور و یه عکسی رو تو شبکه های مجازی منتشر کرده بودن این عکس خب باستاب های به شدت منفی داشت و دیگه قضیه دیگه بالا گرفت و دیده بودن دیگه خیلی دیگه از حد معمول حد معمول برای ما مثلا اینه که صد زان نفر بیان فوشت بدن ایشون دیده بودن دیگه داره به 150 60 هزار تا میرسه گفته بودن دیگه این مسکی که جدیه قضیه تصمیم گرفته اون رو پاک بکنن خودشون هم کلا منکر قضیه شده گفتن کی کجا من من, من؟ این من هم یعنی واقعا من این ریختی هم من من به این خو... این شبی منه آخه کل قضیه رو منکر شده بودن گفته بودن من نبودم و کی گرفت و اصلا من نمیدونم که شما یه دقیقاً بفهمید من کاملا حواسم یه جا دیگه است اگه دقیقاً بفهمید توی عکس کاملا حواس ایشون یه جا دیگه است نگاه بفرمایید کاملا اگر دارید میبینید توی عکس این محمد رضا گلزار که زل زده بود به مادر خاصگارش در واقع یعنی با هم زندگی کنیم یعنی نیت من اینه و مبهود داشت نگاش میکرد این چیزی که شما دارید فکر میکنید چون ایشون بعدش اشاره کرده بودن که من هر جا میرم صد تا خبرنگار پشت سر من تا خبرنگار با دوربین دنبال ایشون پشت سر ایشون هستن همه جا و ناغافل از عکس گرفتن دیگه. اگه دقیقا بفهمی بفهمید پشت ایشونه ایشون الان پشت به تصویر هستن و در واقع دارن کار خودشون انجام میدن عکاس از پشت عکس گرفته خاصیتی که ایشون داشتن تو کشتی هم خیلی کمکشون میکرد که پشتشون به شدت جبی جلوشونه تو دو شک کشتی هم هر وقت میرفتن رو دو شک مثلا کشتی گیره مثلا فکر میکرد الان پشتشونه دیگه میرفت که پشت سالتو رو بگیره میدید جلوشه خودش سالتو میخواد چطر مثلا از یعنی این شرایط توی مسابقات هم کمکشون کرده بود که پشت و جلوشون خیلی شبیه هم دیگه بود ولی خب این در واقع زود قضاوت کردن چرا زود قضاوت میکنیم؟ این بزرگوار حالا حواسش نبوده یه نفر دوربین موبایل دستش بوده و عکسو گرفته از ایشون در حالی که ایشون اصلا عکسای دیگه‌ای هم از ایشون هست که نشون میده کاملا حرفاشون صحت داره و ایشون اصلا اهل این برنامه ها نبوده این عکس مثلا بر بستر ارنستو چگوارا البته میگم دیر رسیده بودن اینجام که تشریف برده بودن اعیادت دکتر مصدق و بازم پرستار رو بدونین که ایشون حواسشون باشه ازشون عکس گرفته بودن جام که سقراط قبل از اینکه جام زهر رو بنوشه ایشون رفته بودن ببینم میتونن سریعتر بریزن تو حلقش جام زهر رو که دیگه خودشون سقراط جان زحمتو کشیدن انجام که همیشه قرار نیست که در غم‌هایشون شریک دوستان باشن که انجام که دیگه کاملا مشخصه اصلا حواسش نیست چون تلفنی داشت حرف می‌زد دیگه عکسارو گرفتن این هم که دیگه سفید برفیه در بستر و خب مسلما نمیجاره اصلا رسمش نبود سفید برفی رو با هفت کتوله تو بستر تنها بذاره باید حتما اونجا حضور میداشت از این اکس ها زیاد هست از ایشون در شبکه های مجازی البته ایشون ید طولایی هم در این زمینه دارن سال 1993 وقتی مسابقات قهرمانی جهان فهمیده بودن که دوپین کرده بودن و گفته بودن مدالو ازشون پس میگیریم و عنوان قهرمانی رو ایشون گفته بودن مثلا من <تص> نمیدونم کی به من داروی نیروزا داده بوده یه آقایی اومد به من به کمپلکس به دوازده داد فقط نمیدونم چرا وقتی خوردم اینقدر زورم زیاد شده بود و در واقع میشه گفت اصلا من بیخبر از همه جا بودم این آقا در واقع تحصیل کار بوده و میخواسته من منو خراب بکنه خب راستم میگه ما از قدیم الایام دو تا هدف داشتیم یکی خراب کردن میراث فرهنگیمون بوده با درست کردن صد برای نمیدونم بالا جلوی مثلا جایی که تخت رو ببره زیر آب دیگه نمیدونم انداختن شیشه روی ظروف دوران سلجوقی موزه ایران باستان و همینطور خراب کردن عباس جریدی در جاهای مختلف و با این قضیه سعی کرده بودیم که در واقع هنر و ورزش کشورمون رو با هم دیگه از بین ببریم ولی خب تا الان موفق نشدن شکر خدا و در انتها حالا در رابطه با همون قضیه قهرمانی ایشون مدالشون هم پس نداده بودن و گفته بودم من مدال انداختم تو دریا خیلی باور نکرده بودن ولی فیلمش موجود محبت کنید رو نشون نه، نه،, نه 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 این, فیلمش نبود نه نه, نه، این بچه ها اون, اون یکی فیلم, فیلم, فیلم اصلیه رو نشون بدین چرا در شمال ایران بام بسیاری از خانه ها رو شیبدار می سازند بام؟ شیبدار؟ شیب؟ رو ای بابا فیلم ندارین یعنی چیزی بیشتر از این؟ فکر کنم باز دوباره اینایی که میخوان خرابش بکنن فیلم و اسناد ده... مربوط این قضیه هم از بین بردم حالا اشکال نداره به هر حال تقصیری هم ندارن ایشون چون ما از بچگی هممون همون دیگه هر اتفاقی که میافتاد دیگه بهمون یاد داده بودن که بگو مثلا من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود آستین مال کتم بود کتم مال بابام بود البته کت من مال خودمه ولی خب این چیزی بوده که ما از بچگی یاد گرفتیم و زیر بار مسئولیت به این راحتی ها نمیریم محال ممکن البته حالا یه نکته هم لازم به ذکر که ایشون عذرخواهی کردن یعنی دیگه بالاخره به زور گیس و گیس و کتک و کتکاری ایشون حاضر شدن عذرخواهی بکنن ولی به سبب که همون بکمپلکس به 12 یعنی گفته بودن که اگر کسی از من عکسی منتشر کرده من معذرت میخوام ویشیوره، مثلا ببخشید مثلا <applause> یعنی به خودشون ربطی نداشت ایشون بی تقصیر بودن و خدمتتون عرض بکنم که و کاملا هم درسته این این روش درستشه این راه موفقیت و کلید موفقیت ماست شاید قرار باشه ما مسئولیت بپذیریم و بخوایم عذرخواهی بکنیم که اصلا به اینجا نمیرسیدیم که الان رسیدیم می‌شوریم مثل این ابله ها که به خاطر این گوشه موبایل سامسونگ اینجوری همه مدیرا دست جمعی به پای مشتری ها افتادن و اون میکنن همه اسخای رو میکنن مردم ما یعنی در واقع همه جری میشن میرن میگن ماشین لباسشویی تون هم مثلا ماشین لباسشویی هم منفجر شد پس فردا میگن نمیدونم مثلا ده 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 یه چیز دیگه تو مثلا تهریکی. در صورت که اگر یاد بگم مثلا از برای بچه های صاحب ها و ایران خود رو مثلا هر چقدر که بیشتر منفجر بشه بیشتر ککشون نگزه دیگه اگه هم پس بعد بره در یخچال با کنه ببینه ابوبکر بغدادی اونجا خودشو منفجر کرد توی یخچال امکان نداره صداش در بیاد و به های مجازی راه پیدا کنه این قضیه حالا جدا از این قضیه که ده این ده سامسونگ هم الان مسکی قرارداد بسته با داعش از اون بردارن عقب نشینی میکنن رفتن کره <تص> و از اونجا هی صادر میکنم بچه ها رو مثلا می... میذارم توی ماشین لباسشویی و صادر میکنم به کشورهای دیگه و خدمتتون عرض بکنم که اینم از این قضیه جنیفر لوپزو که معرف حضورتون هست همتون حتما شنیده بودین که ایشون این بزرگوار قسمتی از بدنشون رو بیمه کرده بودن بله ایشون جدیدن گفتن که کاری نکرده بودن و این شایعه بوده <applause> did you insure your butt for a no. 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 ولی هنوز تکذیبیه ایشون خشک نشده بود در رابطه با بیمه اون قسمت بدن یه قسمت دیگه یه بدن یکی دیگه رو خودمون بیمه کردیم هفته گذشته 500 میلیون تومن هنجره سالار عقیلی عزیز رو بیمه کردن و ان که مبارکشون باشه اما خدمتتون عرض می‌کنم یک نکته انحرافی داره اینی که این بیمه فقط شامل داخل کشور میشه یعنی پس فردا اگه سالار جان دوباره اشتباهی بدون اینکه بدونن تشریف بردن توی یکی از تلویزیون‌های خودمون که خارج از کشوره مثلا منو تو شعبه مثلا صدا و سیما دفتر لندن اگه بلایی زبونم لال سر صداشون بیاد اونجا شامل حالشون نمیشه مجبورن یه جوری ده جلو دهن رو بگیرن خودشون کنترل بکنن بپرن تو ابوخمان خودشون رو برسونن داخل کشور و اینجا فلفور بزنن گردن همون آقای بی کمپلکس به دوازه بگن اینا صدای منو اینجوری کردن و میخواستن خراب بکنن و اینجوری و به هر حال قضیه رو فیصله بدن بایر با مونیخ و رئال مادرید هم هفته گذشته از لباس جدیدشون رونمایی کردن و دیگه تو بوق و کردن که ما لباس جدیدمون از زباله ساختیم <صحیح> برو عمو برو برو دنبال کاره چی فکر کردی؟ میدونی ما کی لباس تیم ملی رو از همین ساخته بودیم؟ نه حالا تازه اینکه لباس تیم ملیه لباس تیم المپیک مون رو باید ببینی که از دم کنی و در, در واقع قاب دستمال درست کرده بودیم چیزی نیست که ما این فناوری رو خیلی قبلتر بهش دست پیدا کرده بودیم ما این رو نمی‌کنیم شما پر بازی در بیاریم این مثلا بگیم ما مثلا بب... 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 چالش رو افتاده چالش موجودی حساب هست اصلا یک چالش باور نکردنیه چون قبلا هم گفتم چالش اسمش روشه در واقع یعنی یعنی یه حرکت مثبت و چه حرکت مثبت تر از اینکه شما در واقع عکس موجودی حسابت رو بگیری یه جوری هم بگیری که ساعتت بیفته فرمون ماشین و سویچش هم بیفته کفش و لباس بیفته تو آینه ماشین اون دماغای نوک بالاتون هم که بارون هیچ تأثیری توش نداره اونام دیده بشه و تو این چالش تاثیر گذار شرکت بکنید عقب افتاد این در واقع ممالک دیگر که یه چالش مثلا احمقانه رو راه اندازی کردن یه نفر رفته بوده ماشینشو پارک کرده بود رفته رو کارش انجام بده برمیگرده اینو جریمهش کردن بعد ولی رو برگ جریمه یه یادداشت تو یه مبلغ پولی هم هست رو که باز کرده بود دیده بود که نوشته منم صبح ماشینم و بغل ماشین تو پارک کرده بودم و وقتی برگشتم دیدم ماشین تو جریمه شده اما چون روز خیلی خوبی رو داشتم و دلم نمیخواست که روز تو خراب بشه این بار پول جریمه رو من حساب میکنم تو هم یادت باشه که یه روز پول جریمه یه نفر دیگر رو حساب بکنی و این به صورت یه چالش در اومده ولی خیلی احمقانه است ممکنه یه خوری تأثیر گذار باشه آدم مثلا احساساتی بشه اما نه چالش تأثیر گذار و جنباننده همون چالش موجودی حساب است که ما رو اندازی کردیم و انقدر خوب می جنبونه که در واقع دست و پای و استخونی صدف تاهریان که استاد تاریخمون رو دوچار جنبش کرده بود مثل منار جنبون اون در اون حد هم حتی اونم نمیتونه با این رقابت بکنه یعنی اینجوری میلرزون گفتم استاد تاریخ خیلی از دوستان گفته بودن چرا جواب این بزرگوار رو ندادی جواب خاصی که ندادیشون حرف عجب و غریبی نزده بودن ایشون گفته بودن که به خانم سرب تایریان این نامه نوشته بودن گفته بودن که چرا دست پای استخونیت رو تکون میدادی و مثل اسب شیهه میکشیدی و کنار اون جوانک تو اون تلویزیون معلوم الحال کنار اون جوانک در واقع بیمایه و بی سواد به هرچی که اون مرد میگفت میخندیدی و چرا در واقع نیومدی یه جایی کاملا معلوم الحال و کنار یک فرد مسن جا افتاده با مایه با سواد تاریختان و به هر چی که من میگفتم بخندی در واقع هدف یعنی کنه هاشون فهوایی کلامشون این بود که چرا با اون می‌خند چرا چرا با من نخند <applause> استاد رو بخن... بخشت... از... تو... آب بخند ببخشید ما میخوام. زیر آب یعنی منظورم اینه که توی همون و همون زیر دوش شما بخند